سلام میکنم خدمتشون دوستان عزیز، ادین کشیش شاپنوس هستم. جلسه هفتم رو خدمتتون داریم از فصل دوم سری برنامه مقایسه الهیات مسیحی و اسلامی، و در استودیو دوست خوبم دکتر ساسان توسلی همراهی میکنه ما رو. سلام برادر عزیز. سلام ادین جان و مرسی برای این دعوت و همکاری عزیز. خب برادر ساسان، ما داریم در مورد حقانیت کتاب مقدس به صورت مشخص حقانیت انجیل و نسخه هایی که وجود داره صحبت میکنیم، و هفته گذشته به نسخه های کوچیک و نسخه های کاملی که از عهد جدید وجود داره یک صحبتی کردید. صحبت خودتون رو ادامه بدید لطفا. بسیار خب. نه، یکی از چالش های من به عنوان معلم اینه که هم باید توی محدوده برنامه تلویزیونی حرف بزنیم، هم خیلی از صحبت های ما صحبت های خب میتونه خیلی تکنیکال باشه. واسه همینه که من همیشه دوست دارم کتاب معرفی کنم که کسانی که دسترسی دارن، امکانشو دارن، انگلیسی بلدن، بتونن عمیق‌تر و علمی‌تر این مطالب رو دنبال کنن. خود بنده هم اینجا بالاخره یه چیزی رو خلاصه میکنم که توی چارچوب برنامه‌های تلویزیونی بشه مطرحش کرد. حالا حرفای ما توی درباره نسخه های کتاب مقدس، نسخه های عهد جدید ببخشید، یه مقدار میخوام عمیق‌تر وارد یه سری جزئیات بشم. چون میگم جامعه ایرانی یه عمری حرفای کیلویی و کلیشه‌ای شنیده و تکرار کرده، و توی جامعه مسیحی هم شاید این حرفای کلیشه‌ای خیلی رایج باشه. من دوست ندارم کلیشه‌ای حرف بزنیم. پس صحبت کردیم که خب یک عالم نسخه های مختلف از عهد جدید هست. واقعیت اینه که ما نسخه اصلی انجیل رو نداریم. نسخه اصلی هیچ کتاب قدیمی رو نداریم. فقط انجیل نیست. نسخه اصلی جمع‌آوری شده اول عثمان از قرآن رو هم نداریم. نسخه کپی قرآن حضرت علی رو هم نداریم. اولین نسخه نهج البلاغه رو هم نداریم. یعنی میخوام بگم آقا ما هیچ نسخه اصلی از هیچ کتاب قدیمی نداریم. این خیال همه راحت باشه. فقط اینجا مشکل عهد جدید نیست. مثنوی مولانا رو هم نداریم، شاهنامه فردوسی رو هم نداریم. یعنی میخوام بگم که این فقط در طول زمان نسخه های اصلی نابود شده. چیزی که داریم کپی هست. کپی هایی که انسان ها با دستخط خودشون نوشتن، تا میگم زمان چاپ گوتنبرگ خب داستان دیگه عوض میشه. حالا صحبت کردیم که بیش از 5000 خورده کپی های مختلف یونانی هست، نمیدونم ترجمه ها هست، نقل قول پدران هست، و واقعیت اینه که وقتی تمام یه چیز میگم بالای ده‌ها و ده‌ها هزار نسخه و نقل قول از عهد جدید ما داریم تو نوشته‌های مختلف تو چند قرن اول، و وقتی اینا رو داریم با هم نگاه میکنیم و میگم سانسور نمیکنیم، سرپوش نمیذاریم، داریم وقتی که یونانی عهد جدید جمع‌آوری میشه تو زیرنویسش فرق‌ها رو دارن مطرح میکنن این ویرایشگرای یونانی عهد جدید، وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که اختلافات خیلی زیادی بین نسخه های خطی وجود داره. یعنی این اصلا یک حرف مسخره است که بگیم که تمام هزاران هزار نسخه های خطی و ترجمه های عهد جدید به زبان های مختلف، لاتین و قبطی و نمیدونم زبان های ارمنی و دیگه، و نقل قول پدران کلیسا، همه کلمات همه آیات دقیقاً یک طور نوشته شده و کپی شده. خب این اصلا حرف مسخره ای. همونطوری که بهش هم دوباره خواهیم رسید، قرآن رو هم وقتی کپیاش رو نگاه میکنیم میبینیم که تو نسخه‌های دستخطی با هم کپی ها اختلافاتی دارن. و پس حالا میخوام نگاه بکنیم به این مسئله، چون عده‌ای هستن. گفت اشاره خیلی کوچیکی در جلسه قبلیمون کردم در آخر برنامه. یکی از نویسنده هایی که خیلی توی آمریکا گل کرده و کتاباش و صحبتاش، شخصی بوده که از زمینه مسیحی رفته دانشگاه، ایمانش رو به مسیح و مسیحیت و خدا از دست داده و الان اگناستیک شده به قول معروف. یه شخصی هست به نام بارت ارمن و استاد دانشگاه نورت کارولینا هست در چپل هیل، دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل، و کتابای زیادی نوشته. و یکی از ادعاهاش اینه که آقا ده ها هزار اختلاف وجود داره بین نسخه های خطی عهد جدید. حرفش هم درسته، حرف اشتباهی نیست، جام نیوز هم میتونه اینا از من نقل قول کنه. ولی صحبت چیه؟ هر بار که یک کپی یک کلمه رو جا میندازه
و قرن‌های بعدی اون کلمه رو کپیش رو تکرار میکنن، اون به عنوان یک اختلاف حساب میشه. انگلیسی میگیم variant. پس هر بار یک کپیهی اسپلینگ یک کلمه با یک اسم یک نفر با اسم یکی دیگه فرق میکنه، اون به عنوان یک اختلاف حساب میشه. پس ده ها هزار اختلاف بین نسخه‌های خطی عهد جدید وجود داره. ولی حالا میخوایم نگاه بکنیم که این اختلافات دقیقاً چیه؟ و صحبتی که ما داریم میکنیم اینه که بین ده ها هزار نسخه های عهد جدید، ادعای ما نیست که کلمه‌ای پس و پیش نشده، حرفی پس و پیش نشده. صحبت ما اینه که وقتی به این اختلافات نگاه میکنیم، میتونیم برسیم که کدوم کپی ها نسخه برداری بعضی جاها اشتباه شده، طرف اشتباه دیده، اشتباه کپی کرده، چه جاهایی به متن اول نزدیکتره. و صحبت اساسی ما این هستش که تمام این اختلافات رو هم که ما نگاه میکنیم، این فرقهای بین نسخه های کپی شده رو نگاه میکنیم، هیچ تأثیری در هیچ نکته الهیاتی مسیحی نمیذاره. این نکته خیلی مهمیه. یعنی این نیست که کلمه توی هیچ نسخه جا نیفتاده، همه با هم همخونی داره، نه همچین ادعای، اصلا ادعای بسیار بسیار مثلا بی اساسی این ادعا. ولی این که داریم اینو میگیم که حتی این فرقها، میگم خیلی از فرقها اسپلینگه، خیلی از فرقها فرقهای کوچیکه که چند تا نسخه یه چیز رو میگه، هزاران نسخه یه چیز دیگر رو میگه. پس میخوام بگم که حالا اصلا وارد جزئیات علم textual criticism، نقد نسخه، اصلا نمیتونی بشیم، خودش یک علمیه که از کجا محققین تشخیص میدن که این نسخه اشتباه کپی کرده، اصلش این بوده. این خودش یک علمیه که خیلی هم شناخته شده است. میگم 500 سال تو جامعه مسیحی ما داریم این کار رو انجام میدیم. ولی در صحبتی که واسه تلویزیون میخوام بکنم اینه، میخوام به یه سری از این اختلافات نسخه‌ای نگاه بکنیم و این رو داریم میگیم که هیچ کدوم از این نسخه ها توش هیچ چیزی نیست. تازه فرقا رو جلومون داریم الان دیگه. تازه میگیم حتی اگر تو متن اصلی، چه تو متن اصلی چه تو زیرنویس یونانی، ما بالاخره نسخه رو همه رو داریم. تو هیچ نسخه ای نیست که مثلا بگه که مسیح مصلوب نشد، مسیح ادعای پسر خدا بودن نکرد، نمیدونم مسیح نبوت کرد که بعد از اون یک پیامبر دیگه میاد. این صحبتای حالا اسلام و مسیحیت رو دارم میگم. یعنی هیچ نسخه ای نیست. یه سری نسخه ها توش چیزایی داره که رب پیدا میکنه به اسلام، اصلا همچین حرفی نیست. پس هیچ کدوم از اصول اساسی ایمان مسیحی و الهیات مسیحی اصلا تکون نمیخوره، علارغم حتی اختلافاتی که بین نسخه ها هست. خب حالا من میخوام به سه تا از مهمترین اختلافات این نسخه ها نگاه کنیم. یعنی وقتی که تازه تمام این ده ها هزار نسخه های مختلف رو ما با هم نگاه میکنیم، دیگه بگیم جدیترین اختلافات، جدیترین فرق ها توی سه تا متن تو عهد جدید. حالا میگم یه عالم فرقای کوچولو هست، اسپلینگ اسم، یه کلمه جا بیفته، یه جمله ها عوض پس و پیش بشه، حالا اینو صحبت میکنیم. ولی این که میخوام به مهمترین فرقهای بین نسخه ها نگاه بکنیم و این که ببینیم که آیا متن‌ها آیا مسیحیت رو زیر و رو میکنه، چیزی از الهیات مسیحی عوض میکنه، نمیدونم ما باید تجدید نظر بکنیم درباره ایمانمون یا نه. خب حالا سه تا متن هست در عهد جدید که من حالا از شما خواسته بودم که این ترجمه NIV، ترجمه محبوب زبان انگلیسی رو بیارید. اولین متنی که میخوام اشاره بکنم آخر انجیل مرقس هست، انجیل مرقس فصل 16 و توی اکثر کتابای ترجمه انگلیسی شما میبینید که بعد از مرقس فصل 16 آیه 8 صحبت داستان رستاخیز مسیح هستش، از بین آیه 8 و 9 مترجمین یه پرانتز گذاشتن و توی این پرانتز نوشته The earliest manuscripts and some other ancient witnesses do not have Mark 16:9-20. میگه یه سری از قدیمی ترین کپی های انجیل مرقس بقیه از آیه 9 تا 20 مرقس فصل 16 رو ندارن. خب حالا شما وقتی که به ترجمه 1009 هم نگاه میکنید، توی ترجمه 1009 شما وقتی که به آخر مرقس نگاه میکنید میبینید که حالا عزیزان، من اینجا زیرنویسی نداره، ولی چیکار کردن عزیزان اینجا توی
پرانتز گذاشتم، توی پرانتز از آیه 9 میبینی که یک پرانتز هست، از آیه 9 تا آخر فصل 16 مرقس. حالا این یکی از اون مهمترین اختلافات بین بعضی از نسخه هاست که اکثر نسخه های یونانی دارن تا آخر انجیل مرقس فصل 16 رو، ولی یه سری نسخه های قدیمی تری که کشف شده در قرن های جدیدتر میبینیم که این آخر مرقس، حالا خیلی هم بحث هست سر آخر مرقس که بعضی از نسخه ها یه طور دیگه اصلا خاتمه پیدا میکنه آیات آخر، بعضیاش تا وسط تا آیه آخر مرقس میره، یه مقدار پس و پیش پس اون قسمت آخر انجیل مرقس فصل 16. من یه سوال اینجا وسط بکنم، آیا این بخش هایی که قسمت آخر مرقس ندارن اون پاره‌ای از نسخه‌ها هستن که به صورت کامل عهد جدید در خودشون دارن یا قسمت‌هایی هستن که فقط مربوط به مرقس میشن؟ نه، یعنی میدونیم که هر دوش هست تقریبا. یعنی حتی اونایی هم که شاید به نظر من، حالا من الان اینو نگاه نکردم، ولی حتی فکر نمی‌کنم ساینیاتیکس آخر مرقس رو داشته باشه. یعنی اینطوری نیست که بگیم خب پس نیست، صفش نیست. به نظرم قدیمی‌ها ندارن یه سری آخر مرقس رو. حالا مرقس فصل 16 رو وقتی نگاه می‌کنیم، اولا فصل 16 درباره قیام مسیح صحبت میکنه، خب تا و مسیح ظاهر میشه و پس و آخرین آیه اینه که پس زنان بیرون آمده از مقبره گریختن، زیرا لرزه بر تنشان افتاده بود و حیران بودند، آنها به هیچ کس چیزی نگفتن، چرا که میترسیدند. آیه 6 اگه نگاه بکنیم که تو تمام نسخه های مرقس هست، فصل 16 مرقس آیه 6، به ایشان گفته شد مترسید، شما در جستجوی عیسی ناصری هستید که بر صلیبش کشیدند، او برخواسته از اینجا نیست، خب و بروید و به شاگردانش خبر بدهید که به جلیل بروند، در اونجا او را خواهید دید. خب پس همه اینا توی تمام کپیای مرقس هست، ولی از آیه 9 به بعدش توی سری از کپیای قدیمی نیست. حالا سوال، آیا اگر حالا بعد چند تا هم تئوری هست که بعضی عقیده دارن که قسمت آیات آخر مرقس تو همون قرن اول شاید گم شده و دیگه کپی نشده، واسه همینه که یه عده بعضی کپی اصلا نداره دیگه. بعضی عقیده دارن که مرقس شاید اصلا خواسته که تو آیه 9 تموم بکنه، آیه 8 تموم بکنه و با این حالت ترس و هیجان انجیل رو خاتمه بده. این الان خیلی رایجه این عقیده بین محققی، و یه سری تئوری‌های دیگه که چرا مرقس اینطوری تموم شده کپی‌های قدیمیش. خب حالا آیا نبودن این آیات، بگیم که اصلا توی اولین نسخه اصلی این آیات نبوده، آیا این چیز رو از الهیات مسیح عوض می‌کنه؟ اولا تو خود انجیل مرقس قیام مسیح رو می‌نویسه حتی قبل از آیه 9 و بعد بقیه اناجیل. پس میخوام بگم که هیچ چیزی از ایمان مسیحی عوض نمیشه که بگیم که این قسمت مرقس اصلا نبوده. اگر نبود مسیحیت به یک شکلی دیگه ای میمونه. آره، حالا اگر نبوده پس میخوام، این یکی از اون دیگه، این دیگه مثلا یکی از مهمترین اختلافات بین نسخه های قدیمی تر و نسخه های دیگه زبان یونانی هست. خب و بزرگترین شاید. این دیگه، آره، این دیگه از نظر آیات این بزرگترینه. یعنی این دیگه آخر خط اختلافات این داستان. یه داستان دیگه که داستان بسیار زیبایی هم هست و توی انجیل و خیلی هم داستان مشهور عیسی مسیح، توی انجیل یوحنا فصل 8. تو انجیل یوحنا فصل 8، شاید باب 5 در مورد حوض میگید؟ نخیر. باب 5 اونجا یکی دو تا از آیاتش با هم فرق داره. نخیر. درباره داستان زن زناکار، بخشیدن زن زناکار، و دوباره شما اگر نگاه بکنید توی ترجمه 1009 میبینید که از فصل 7 آیه 53 و 7 یوحنا 53 تو پرانتز گذاشته شده تا آیه 11 فصل 8 توی پرانتز در ترجمه 1009. دوباره اگر به NIV مثلا نگاه بکنید، دوباره NIV این رو می نویسه توی پرانتز که The earliest manuscripts and many other ancient witnesses do not have John 7:53 to 8:11. پس خیلی از کپی های قدیمی این آیات رو ندارن.
حتی ما یه کپی داریم که این داستان زن زناکار رو توی آخر انجیل لوقا گذاشته یا جاهای مختلف تو انجیل یوحنا گذاشته. حالا خیلی از محققین عقیده ندارن که این داستان اصلا اتفاق نیفتاده، عقیده دارن که این یکی از اون تعالیم مسیح، برخوردای مسیح بوده، روایت هایی که شاگرداش جمع کردن و دربارش موعظه کردن، تکرارش کردن، سینه به سینه اومده، ولی اینکه حالا واقعا جاش در روز اولین بار اینو یوحنا نوشته یا یکی دیگه گفته یا بعداً وارد نسخه یوحنا شده سر این بحثه. سر حقانیت این صحبت خیلی بحث نیست، حالا بعضی هم البته انکار میکنن حقانیتشو، ولی بحث سر اینه که آیا این واقعاً این داستان متعلق به انجیل یوحناست یا یکی از اون داستانهایی که بالاخره توی کپی یوحنا وارد شده بعداً، چون یه سری از کپی‌های قدیمی یوحنا این داستانو ندارن. خب حالا داستان بسیار زیبایی هم هست، خیلی هم از لطافت مسیح و قدوسیت مسیح ما درس میگیریم، ولی آیا اومدیم و بگیم که آقا این تو اصل یوحنا نبوده داستان زن زناکار، چه قسمت از الهیات مسیحی عوض میشه، چه قسمتش زیر و رو میشه؟ میگم یعنی واقعا ما، من اینجا صحبتای ما صحبتای کلیشه‌ای و کیلویی و نمیدونم اینا نیست، داریم وارد واقعیت اسناد میشیم. الوهیت مسیح عوض میشه، صلیبش عوض میشه، نمیدونم قیامش عوض میشه، فیض، ایمان، اصلا چیه مسیحیت عوض میشه اگر بگیم داستان زن زناکار توی نسخه های قدیمی یوحنا شاید نبوده، در توی نسخه اصلی یوحنا نبوده. اینم یکی از بزرگترین فرق هاست بین نسخه های مختلف. خب و بعد آخرین فرقی که خیلی روش علم شنگه میکردن و الان دیگه یه مقدار کمرنگتر شده، چون اصلا دیگه تو خیلی از ترجمه های این آیات نیست، توی رساله یوحنا، اول یوحنا، فصل اول یوحنا، فصل پنج، اول یوحنا فصل پنج، شما از آیه هفت بخون، از یه جایی که make sense بکنه، از آیه 6 بخون، اول یوحنا 5 6 تا 8. همین است او که به آب و خون آمد، یعنی عیسی مسیح، نه به آب فقط بلکه به آب و خون و روح است، آن که شهادت میدهد، زیرا که روح حق است، زیرا سه هستند که شهادت میدهند، یعنی روح و آب و خون، و این سه یک هستند. بسیار خوب، حالا وقتی که نگاه میکنی به فصل اول یوحنا 5 آیه 7، آیه 7 رو الان فقط واسمون بخون، زیرا سه هستن که شهادت میدن، این از ترجمه قدیم همین، آره هزاره نام همینه، زیرا سه شاهد وجود دارد، بعد آیه 8 روح و آب و خون، و این سه با هم توافق دارن، صحبت تعمید رو میکنه و صحبت روح القدس که حقانیت ایمان به مسیح رو این آیین به ما نشون میده. خب حالا توی ترجمه انگلیسی NIV هم همینو میگه، تو ترجمه انگلیسی قدیمی کینگ جیمز ورژن مال سال 1611 یک آیه دیگه ای هم توی ترجمه انگلیسیش بود و اون آیه دوباره توی زیرنویس NIV دارم میخونم، ادامه هفت این رو میگفت که سه تا شاهد هستن در آسمان، سه تا شاهد روی زمینه، روح و خون و آب، سه تا شاهد هست در آسمان، پدر و کلمه و روح القدس، و این سه یکی هستند. اینم توی بقیه آیه هفت اول یوحنا 5 بوده توی ترجمه کینگ جیمز. دوستان مسلمون هم خیلی با این چیز میکنن، علاقه دارن به این که پس ببینید، خب اول یوحنا 5 7 اگر توش تو یه سری ترجمه های قدیمی که انگلیسی قدیمی که میگفتش که و سه شاهدم در آسمانه، پدر، کلمه و روح القدس، و این سه یک هستند. خب ما میگیم که حالا داستانش اصلا این بود که توی اولین باری که این جمله اصلا وارد نسخه های عهد جدید میشه توی ترجمه لاتین مال قرن هشتمه، یونانی چیزی نداریم، تا میرسه به زمان ایراسموس، ایراسموس میگه من اینو نمیخوام تو متن یونانیم بذارم، فشار کلیسای کاتولیک، ولی نه کلیسای کاتولیک نبود، یکی چالنجش میکنه که ایراسموس میگه من تا اینو توی متن یونانی، نسخه یونانی نبینم نمیذارم، یکی هم واسش دو تا کپی یونانی میاره میگه ببین اینا توی یونانیش هم هست، که حالا اصلا نمیدونیم واقعا کپی ها قدمتشون چقدر بوده، ایراسموس مجبور میشه که اینو توی نسخه اول یونانیش بذاره.
امروزه هیچ مسیحی عقیده نداره که این آیه واقعا یوحنا نوشته که پدر، کلمه و روح القدس در آسمان شاهد هستن و این سه یکی هستن. خب حالا نبودن این آیه، آیا این آموزه تثلیث مسیحی فقط بستگی داشت به همچین آیه تو اول یوحنا فصل 5، یا آیا یعنی آموزه تثلیث به باد رفت به خاطر این فرق؟ من اونجایی که میدونم توی شوراها وقتی جمع شدن این اصلا این آیه به هیچ وجه به میان نیومد برای اثبات آموزه تثلیث. باری کلا حرف خیلی جالبی زدی. یعنی میخوام تازه این از نظر الهیاتی این خب مهمترین آیه الهیاتیه که توی این ستا فرقایی که گفتیم، یکیش که خب داستان مسیح با یه زن زناکاره، یکیش قیام مسیحه که چیز ازش کم نشده توی مرقس. از نظر الهیاتی اینه که از اون مهمترین آیاتیه که تو نسخه با هم فرقه. خب ولی اصلا چون توی متون اولیه قرون اول این آیه نبوده، اصلا این یکی از آیاتی نبوده که کلیسا بخواد روش آموزه تثلیث رو بنا کنه. باریکلا خیلی بینش قشنگی گفتی اینجا. پس آموزه تثلیث ربطی به یه آیه نداره توی رساله یوحنا. کل تعالیم کتاب مقدس رو ما داریم میگیم که اساس آموزه تثلیث هست. خب حالا پس میخوام بگم که مهمترین، و حالا این آقای بارت ارمن یک قوقایی را میندازه از یه آیه توی آیش الان نمیخوام پیدا بکنم، مثلا میگه که یه آیه دیگه، حالا اون مثال میاره. حالا این کتابی که بارت ارمن داره امروز می‌نویسه این حرفا رو داره میزنه که میگه که ببینید کتاب مقدس دست خورده تحریف شده. این حرفایی که چند صد سال مسیحی‌ها میدونستن، یعنی حالا یه مسیحی که تو کلیسای معمولی نشسته شاید نه، ولی معلمین، محققین، کشیشا، واعظین، صحبت تازه نبوده، صحبت تازه نیست، صحبت چند صد سال ما داریم این چیزا رو داریم باشون کار میکنیم. ولی این آقا میاد یک علم شنگی به پا میکنه که یا ایها الناس بیاین ببینین کتاب مقدس چطوری دستکاری کردن. حالا یه آیه دیگه ای هم که بارت ارمن استفاده میکنه توی انگار مرقس به نظرم، که مثلا مسیح یک شخص جزامی فلج میبینه و میخواد شفاش بده، اکثر کپیای ما میگن که مسیح بهش ترحم کرد. یه نسخه این آقای بارت ارمن میگه یه نسخه یونانی نوشته مسیح عصبانی شد و این نشون میده که مسیح هم عصبانی شده و این اصلا الوهیتش رو زیر سوال میبره. همچین سوالایی که نه، ما تو کتاب مقدس چندین بار توی همین اناجیلمون مسیح عصبانی میشه، مسیح عصبانی میشه از گناه، عصبانی میشه از بیایمانی، عصبانی میشه از نافرمانی. پس میخوام بگم که یه آیه گفته مسیح ترحم داشت، یکی یه نسخه میگه مسیح عصبانی شد، دوباره چیزی رو زیر و رو نمی کنه از ایمان مسیح. پس اینا رو حالا دارم میگم توی برنامه تلویزیون ایرانی و عزیزان، که شما یه کتابی هم اینجا هفته پیش معرفی کردی، اینو میخوام دوباره به عزیزان نشون بدی. کتابی هست به اسم سیر تحول کتاب مقدس، نوشته دکتر محمد شمس، آره، که از مؤسسه بوستان کتاب. بسیار خوب، که میگم من هیچ آشنایی نه با این نویسنده دارم نه با کتابش، ولی دیدم که یه همچین نمونه هایی رو آورده و خیلی حالا خیلی نمونه های کوچیک دیگه هست، یه کلمه پس و پیش بشه جا بیفته. ولی میخوام بگم که فرق‌های بزرگ نسخه ها همینه. حالا مثلا بعضی از من اینجا مثالای کوچیکتری دارم، وقتمون داره تموم میشه، نمیدونم این داستان رو من چقدر میتونم ادامش بدم، بذار فکر بکنم. ولی مثلا یه نسخه، یه سری از نسخه های یونانی توی اول یوحنا مثلا نویسنده میگه که، یا حتی نوشتهای پولس، ما این رو مینویسیم تا ایمان شما کامل بشه. یه سری نسخه میگه ما اینو مینویسیم که ایمان ما، شادی ما کامل بشه، شادی شما کامل بشه، شادی ما کامل بشه. رومیان 5:1 بعضی از نسخه ها میگن که، بذار 5:1 من نگاه بکنم یه دقیقه، رومیان 5:1 مثلا پس چون از راه ایمان پارسا شمرده شده، میان ما و خدا به واسطه خداوندمان عیسی مسیح صلح برقرار شده است. مثلا یه سری از نسخه یونانی میگن میان ما با صلح زندگی بکنیم. یعنی فرقایی که میگم، فرقایی که بله معنی یه آیه میتونه یه کمکی عوض بشه، میگم ایمان شادی ما کامل بشه یا شادی شما کامل بشه، از اینا که تو قرآن فراوونه، حالا میگم بهش خواهیم رسید. ولی اینی که این اختلافات، این فرقها، فرقهایی که هیچ تأثیری روی هیچ نکته الهیاتی مسیحی نمیذاره. حتی فرقای بزرگش که با هم نگاه کردیم، مرقس فصل 16، یوحنا فصل 8 و اول یوحنا فصل 5. پس این
دیگه وقتمون رو بیشتر از این نمیخوام وارد جزئیات دیگه ای بشم، ولی حالا شاید تو جلسه بعد ببینم اگر جاش هست یک نگاه میکنیم که چرا یه سری اختلافات به وجود میاد توی نسخه ها، به خاطر اینکه شخص داره کپی میکنه، به خاطر چشمش، مشکل چشم، یه کلمه رو، یه حرف رو میتونه با یه حرف دیگه قاطی بکنه. بعضی وقتا به خاطر شنیدن که یکی داره از یه نسخه میخونه، راهبا دارن اونو میشنون و کپی میکنن، به خاطر شنیدن اشتباه چیز گوشی هست، اشتباه چشمی هست. بعضی وقتا تصمیم میگیرن که بعضی وقتا مثلا همخونی بکنه دعای ربانی تو متا و دعای ربانی توی لوقا، تو نسخه سعی میکنه اینا رو با هم همخونی بده. پس میخوام بگم این فرقای کوچولو که ما تو کوچیک و تو نسخه‌های مختلف ما میبینیم، ولی علم نسخه شناسی میتونه بگه که آقا کدومش در چه زمانی وارد این کپی شده، کدومش اصیل‌تره، کدوم نسخه، کدوم به قول اسلامی کدوم قرائتش اصالتش بیشتره. درسته. این کپی ها از کدوم محله جغرافیایی اومده، از چه ریشه ای اومده، چقدر با دقت کپی شده. کپی های دیگر رو وقتی مقایسه میکنیم، ما میتونیم محققین از جمله بروس متسکر بالای 99% و نیم یقین داشته باشیم که متن یونانی که امروز ما داریم باش کار میکنیم و ترجمه هامون از این متن یونانیه، متن اولیه شاگردان عیسی مسیحه. و اون اختلافات نیم درصدی درصدی که هست بین این متون واقعا هیچ تأثیری روی الهیات مسیحی و آموزه های مسیحی به هیچ عنوان، آموزه های اساسی مسیحی به هیچ عنوان نمیذاره. خیالم راحت شد. ما به حال این صحبت ها رو از جامعه اسلامی در حالا توی ایران، از جامعه اسلامی خیلی علیه کتاب مقدس وارد میشه و توی دنیای غرب هم از این حرفا دارن میزنن، هیچ چیز جدیدی نیست. ولی میخوام بگم ما مسیحی‌ها عزیزان نباید بترسیم از انتقاد، از شواهد، از سند. دوباره یه اشاره کردم، کتابش الان دیگه جلومون نیست یا اون جلوی دیگه نمیخوام بردارم. توی جامعه ما، توی جامعه غرب با آزادی اختلافات گفته میشه، چالش ها گفته میشه، مسیحی ها میتونن تحقیق کنن، جواب بدن. تو جامعه ایرانی ما همچین امکانی نداریم، فقط حرف ها یه طرف است. دنیای اسلام چی میگه؟ من دوست دارم حالا تو این قسمت قرآنی ها رو بشنوم، ولی به هر حال هر چیزی که گفته شد خبر تازه ای نیست که بعضی ها بهمون میدن. این صحبت هایی هستش که توی جامعه مسیح همیشه بوده، خودمون استقبالش میبینیم تا به حقانیت کتاب مقدس برسیم. امیدوارم که این برنامه هم که دکتر ساسان داریم این فرصتی باشه که دوستان عزیزم خودشون به تحقیق بپردازن. با ما باشید دوستان عزیز، توی قسمت‌های بعدی همین بخش کتاب مقدس رو و هم نسخه‌های قرآن رو با هم بیشتر خواهیم شکافت. با ما باشید.